ماما بریالی در چطور یک خانواده بزرگ شده. میشه که در مورد پدر بزرگوار قبلگاه ساید صحبت بکنین؟ عرض کنم که خوشی به اون تراوت نه. چقدر رنگای تریال ها و فیلم ها را بیرفت که 45 روز همکنی با عشق ببینی و او دیده تا قسم عشق میخواید دید داشته باشی که بر دیگران رنج نخواهی، رنج نخواهی، خوشی و سعادت و نیکبختی و همون دید خوش انسان چه رقم است؟ مشخصه و به هر چی که نگاه میکنی به اون زیبایی، به اون خوشی، به اون تراوت نگاه میکنی شاد میشی. نه دید انسان اینطوری باید باشه. اگه به انسان دیگه انسان ها نگاه میکنی میبینی که روزگارشون خوب، لباس تمیز، نظافت عالی و شکل صورت ایناشون بشاش، احساس خوشحالی میکنی. اگر انسان رو ببینی که پژمرده و افسرده و پریشان است، خواهی نخواهی تو روح انسان اثر میگذاره. بنی آدم میگن اعضای یک دیگر هم که باید آفرینش یک پی کردن، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. او کسی که مشکل داره، فشار داره، اگر در جامعه دیده شوه، او کسی که قلب داره و احساس داره روی او اثر میگذاره، او حالت گرفتگی و افسردگیش تأثیر میگذاره. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهن آدمی، و اگر در مقابل او بیتفاوت بودی، بیخیال بودی، بمچی او کار مشکل از اوست، مشکل مکنیست، مشکل از دور، مشکل خود ندانی، از جاده انسانیت آدمگریت خارج بشه. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که دهن نامد دهن آدمی، از جاده آدمی خارج میشه، چون درد دیگران رو احساس نمیکنی، درد خود نمیدانی و خودت هم مسئول یا همطور احساسی نشان نمیدی. این یک دید است که آدم همون دیده که با عشق نگاه میکنی این رو نشان میده. درد دیگران رو درد خود خوشیشان از خدا بخوایی و همچنان با این دید میتونی زیبایی های همه چیز میخوای، با این افکار میخوای همه چیز با امید دید نگاه کنی برای خوشیشان، برای پیشرفتشان. مثلا یک گیاه را دوست داری که همطور سرسبز گلدار و همطور خوب غنچه پرگل و همطور عطر آگین دوست داری ببینی، نه بهتر از این. اگر یک شاخچه خشک را میبینی میگه چطوری خشک شده، آب نرسیده یا کسی او را شکستانده یا چطور، همطور دیده عمومی افکار دیده خوب به این نمیگن دیده عاشق، که به هرچی میگی میبینی با عشق نگاه کنی. این علاقه عشق خیلی سلامت باشین، عشق تو یک چیز است که بسیار یک زیبایی خاص داره در زندگی. همین درک شما و فهم شما از مسائل اجتماعی و مسائل انسانی باعث شده که یک تعداد از مخاطبای ما پرسان میکنن تعلیم و تربیه عالی دیدیم. عرض کنم که ما از نبیرهای نسل علی مردان خان هستیم و پدر بزرگ ما غلام حیدر برقی میگفتند. در کارت سخی مکان ما تولد یافته و اجداد ما قلعه علی مردان است، همونجا ادیره ماست به نام شیر سرخ. شیر سرخ میگن همونجا ادیره اجدادی ما است و اصلی جای ما که زندگی میکنیم اونجا بود، ولی کارت سخی زمان طفولیت و کودکستان کارت سخی یادم از تپه سلام اینجا ها همه یادم از اون روز براتون گفتم که کارکاری پلوانی درست میکردیم، پلوانی میکردیم. بعد کارت سخی اما مسائل طفولیت ما در کارت سخی گذاشت. بعد جای رئیس علاودین باز اسه نوجوانی و جوانی من اونجا گذاشت و در قسمت جای رئیس منطقه دالمان و گلباغ و ریشخور و همین چهار طرف هم دیگر از دیدم ننداختم. در اون زمان بچگی رفتیم همه جا با پای خودم گشتیم، دیدیم چلستون، دریای چلستون، یا پارک دالمان، باغ دالمانی، اینجا در اون تپه رفتیم و اینجا را کلش گشتیم. خانه جای رئیس
ولی این دور برش کاملا دیدیم گشتیم و زندگی ما پدرم بزرگوارم پدر بزرگم غلام حیدر خان بود که همه میشناسنش. غلام حیدر خان برقی میگفتن، برق کابل تقریبا همه چیزش دست اونا بود و پدر من فرزند اول خانواده بزرگترین بود و صاحب اختیار بود و مدیریت اینمی فکرهایی که در کابل میشد یا چیز مدیریت میکرد، یعنی احساس مردمی داشت که همه میشناختنش. عیسی خان میگفتن، عیسی جان، که سه تا کاکای دیگه داشتم که یکی اعظم میگفتن، یکی ایوب و یکی اسماعیل. سه تا کاکا داشتم و پدر من بزرگتر همه ایشان بودم و همه از او اطاعت میکردم و صاحب اختیار و مدیر قابل برشان تان تعریف کردم که چقدر با من چیزی نبود که به نشان نداده باشه یا مزه ها یا این چیزی را بر من تمرینی نشان نداده باشه. یعنی ایتو یک پدر مسئول بود که اما تو که به خانواده مسئولیت داشت، در اجتماع مطری بود، همه چیز در نظر میگرفت. یعنی در زمان ریاست برق کار میکرد اونجا چقدر این مدیریت عالی داشت و اونجا تکلیفش روشن کرد و اونجا را رو به رشد انداخت و رفت در شفخانه در قسمت طبابت. اونجا همین شفخانه سابق گندنا میگفتن، حالا ابن سینا، خیلی این شفخانه، شفخانه مستورات، شفخانه وزیر اکبر خان، اینا رفتن فعالیت کردن و اینجا را رو به غلطک انداختن. یعنی بیکار نشدن، فوق چیز بود، چوکی درجه، یک ماموریت یک درجه داره که 7 تا 8 تا 6 هرچی به طرف مهمی تا درجه اولش میشه، یعنی فوق اول بود مدیریتش. اونقدر در هر وزارت که میرفت یک کار انجام میداد که کار روش کار بسیار ساده و آسان و زود به نتیجه میرسن. و اعضای خانواده همه باسواد بودن؟ همه باسواد بودن، بله. کاکایم گفتم انجینیر وزارت معدن بود، در اون زمانش در پوانتون اولین نفر بالا بودن که رتبه اول پوانتون گرفتن و از دانش خود که ماستری چیز برایشان چیز آمد، دعوتنامه از فرانسه، هم تو بی خرج بهش، چون نفر اول پانتون برآمد فارغ شد رفت یک سال در فرانسه تحقیق چیز کرد و از فرانسه هم آمد دیگه وزارت معدن. دیگه همی کوهای افغانستان کلن سنگا و ایناش میشناخت و علامت گذاری میکرد. بسیار یک خانواده بودن که زحمت زیاده میکشیدن بیریا، اینطور قدرت چیز نداشتن، غرور یا تکبر یا چیزه، فقط عملی نشان میخواد، کارشان خیر العمل بود، کار عملی انجام میدادن، این شعاری نبود. و کاکای دیگه ما مهندس ساختمان بود، نقشه کشی و ساختمان اینا، آنقدر این وزارت چیز قصد دالمان زیر نظرم او شروع به چیز کرده بود، درست کردن بود، چند باری تعمیر شد. پیش از این تعمیراتش یک تعمیرات دیگه هم شده بود که در زمان داوود خان، که اونا کاکایم اونجا را در نظر داشت، کنترل میکرد و تعمیر میکرد. در خانواده خودتان چند برادر هست، چند خواهر هست؟ ما با خودم 5 تا برادر هستیم، 4 تا دیگه، یکی بزرگتر از من، 3 تا دیگه کوچکتر از من و 2 خواهر. همهشان باسواد هم تحصیل؟ بله، همه باسواد رو تحصیل کردن. باز برادر بزرگم باز رشته انجینیر معدن، معدن شناسی، نقشه کشی اینا را تمرین به عهده داشت که زیر دستم و کاکایم انجینیر در اون وزارتخانه کار میکرد. یک اسم چیز داره هم کارش که فوتوگرافیک میگن، یک چیز میگن که من
دانش نداشت، اسمش نمیدونم چطوری بیان کنم، اونجا چیز میکرد. ولی برادر دیگه شق دکترا و دکتر و این چیزا را از مکر ریزه تر است، خیلی در طبابت و در مدیریت نرسنگ خیلی پیش رفته است. از خانواده خودتان بگوین و از خودتان بگوین که تحصیلتان چقدر از چی رشته درس کنید؟ من تا صنف 12 را در لیسه محمود طرزی همینطور درس خواندم و صنف 12 را شهادت نامه‌اش هم نگرفتم که محیط من زیق شد دیگه، من مجبور شدم مهاجر شدم. در صنف 12 دیگه من امتحان 3 ماه را دادم و رفتم به طرف ایران. مهاجر شدم، تقریبا 40 سال من در ایران ماندم. در از کابل 40 سال من دور بوده، خیلی یک شرایط برام پیش اومد، چون اونجا هم که رفتم یک چیز دانشی بود که آموختم، یک اجتماعی را گذراندم که برای اینجا به درد خورد. امو فکر و اندیشه و گذران زندگی برای خود ایمن وطنم و درد خورد. چی چیزها را خود چی مسلک یاد داری بیشتر شکر برای زی صحبت؟ مسلک من وقت مهاجر شدم رفتم یک دو روز برنایی امی مزدورکاری، در توانم نبود چون آدم نوجوان ضعیف بودم، زیاد لاغر و چیز بودم، او کار برم سنگین بود دیگه. می رفتم در چلوکاوبیا همی رست اوتلا در اوتل کار میکردم یک چند مدت. بعد به این فکر افتادم که من از این کار نتیجه نمیگیرم، باید یک شغل رو یاد بگیرم، برم یک دنبال یک کسب. رفتم در اونجا کفاشی و خیاطی کار هم راحت هم پول بیشتر بدست میره، همی که روزگار اونا بهتر از دیگر هست، دیگر مهاجرین. خیاطی رو انتخاب کردم، بین خیاطی و کفاشی خیاطی رو انتخاب کردم، رفتم تو خیاطی. از صفر شروع کردم از شاگردی تا ای که خودم رساندم به مدت خیلی کم، و استاد نداشتم که برای من بگه که این اینطوری دخته میشه، اینطوری برش میشه یا اینطوری، کلش با کنجکاوی دید خودم و تمرین خودم یاد گرفتم و او رشته را کاملا به دست آوردم زیر زبرش، و حالا پخته خیاط شدم ولی به درد خودم نمیخورم، چون چشمایم از کار افتاده، دستا میلرزد، دید ندارم در نوک سوزن، ولی این تجربه این برای دیگرها به درد میخوره ولی برای خودم نه. کارهای دیگر هم یعنی همه کار در مهاجرت کردم، حتی امیل لیلامی گات خریدم، گات پیرن باز کردم، از شانس من کلش یخنش شاریده برآمد. ای تاوان یک سال گات ما در پشتم می بردم در اتاق، می آوردم در بازار، همینطور گشنانده می رفتم اونمو پیرن آره. یعنی خیلی به کارا، به هر کار دست زدم، تجربه کردم، رفتم توش، فهمیدم چطور به درد میخور. یعنی خیلی به مرغداری، یک نسل از مرغدار جوجه که ریخته بود 5000 یا 6000، او را تا وقتی که به فروش رسید، گوشتی شد به فروش رسید، من کارش میکردم، در آبش مواد دوای مخصوص داشت میریختم و نظافت مرغا و چه رقم بزرگ میشه، چند بار دانه داده میشه، چه رقم تخمیاش، چه رقم جمع میشه، چه رقم تخم میتر، مکان تخمیش چه رقم است، اینا کلش برام تجربه شد و داخلش رفتم آموختم. و میشه اینه برای جوانان اینجا آموزش بدهیم؟ یعنی یک مرغ من در قدر درس دستم فلج شده بود، یک مرغ من همینطور در یک دقیقه، شاید یک دقیقه همینطور هم میکشنم، هم پوست میکنم، همینطور صاف سوچه پاک در دستت میدادم. این یک قدر مهارت پیدا کردم. چند سال کار کردیم به این؟ من همون یک نسل، همون یک سال هوا چرخم بود، همون یک نسل مرغ من وقتی رفتم مرغ بزرگ شده بود، او را یک مدت دانه می دادیم و تا او به فروش رفت و سالن را تمیز کردیم، پاک کردیم، دیگه جوجه ریختیم و این 5000 جوجه تا
جایی رفت که 45 روز همه قدر را طول کشید تا این بزرگ شد و به فروش رسید. این همه قدر وقت ما صرف کردم تا از جوجگی تا بزرگ شدن ما. خیاطی چی؟ خیاطی هم دیگه ما کلن کارم دیگه از او بعد به خیاطی که شروع کردم دیگه تا آخر من خیاطی مانم داره. سری دوزی میکردم از تریکو شروع کردم. این لباس های تفلانه نوار بخیه میکردم در چیزش پر نموده چیزا از این شروع کردم. بالاخره این چرخکاری یک قید دخت یک قید داره و یک سیمگی نازک و لپش دخته میشه. اینی دست فرض شد آیست آیست از تریکو رفتم در پیراندوزی. از پیراندوزی هم تو آیست آیست فکر کردم رفتم در پدنوندوزی. پدنون تا وقت شاگردی کردم که خودم تجربه آموختم که چه رقم یک پدنون اتو میشه، چه رقم فایف گرفته میشه، چه رقم فایفاش آب میشه، چه رقم کمر دوخته میشه، چه رقم جلو نقاب پیش روی چه رقم دوخته میشه. تمام اینا را تجربه کردم و خودم استاد شدم و چرخ گرفتم برای خودم پدنون دوزی را شروع کردم. تا حدی که خودم دیگه برشکاریش هم یاد گرفتم، فهمیدم پدلون از کجا چه رقم یک پدلون که بطن بشینه چه رقم برش میخوره، یا اگر گشاد از کجاش گشاده، اگر تنگ است از کجا تنگ است، تمام این چیزها را آموختم. و از این که آموختم بعد رفتم در کورتی را دیگه همینطور که پدلون یاد گرفتم کورتی را همینطوری آموختم، همه آستین شاندن بدون ای که استاد برام بگه که این قسم میشه. خودم با دید خودم با که طرف کار میکرد با او دیدم، به طرف نگاه کردم چه رقم آستین میشانه، چه خوردایش از کجا شروع میشه، در کجا خورد میتد، چطوری اینا رو کلش آموختم و شروع کردم به کورتی دوختن. کورتی که دوختم دیگه شکل کورتی که مشخصه که بالا پوش و نیم پالتو و کاپشن و جمپر و اینا رو کلن قلیفتی کردن و همه چیزش ها دیگه نماندم، همه چیز رو یاد گرفتم. کارمن بودید یا ای که نه من در تولیدی میرفتم، در تولیدی ها میتونم آمدم برای کار، برای شاگردی. اونو یک ماهی که شاگردی میکردم اینا را همش را میاموختم در یک ماه شاگردی. کسی اتر زمان شاگردی قسمی بود که در قصه تو نبود که تو یاد میگیری یا نه، اما سهم شاگردی تا پول میداد و ازت کار میخواست، اما کاری که کار او خودش سبک کنه که زود چرخکاری کنه. پشت چرخ مرا نمیمان، من فقط پشت میز کار برش آماده میکنم تا او چرخکاری کنه. این تجربه اینایی که من پشت میز آماده میکنم در دستش میدانم که او چرخکاری میکنه، زیر چشم سعی میکنم چه رقم میدوزه و این چیزار دیداره. آیست آیست تمام اینا رو همینطوری یاد گرفتیم. بله بله، یعنی برشکاری سر میز برش میرفتم که استاد کار قیچی میکرد، توضیح میکرد برای کارگر. یک چند دقیقه که استاد میشدم میفهمیدم که چی کار میکنن، الگو چه رقم منازه یا دست برش چه رقم میزنه، اندازه چه رقم میگیره، چه رقم اندازه را در پارچه خط میکنه. تمام اینا را با امو دید خودم امو کاره که چیز داشتم یاد گرفتم. بالاخره یک توان از خود ساختم که در زندگی عقب نبودم، بهترین زندگی رو درست کردم. من اونجا با خرج خودم ازدواج کردم، من اونجا خانه که طور مشترک باشه با صاحب خانه خوشم نمی آمد، میخواستم توان داشته باشم خانه دربستی بگیرم که خانواده زندگیم عذاب نکشد، مشکل برش پیش نیاید. این نمیره در نظر قدر تلاش کردم که در اون زمان خانه رهنی گرفتم من بدون کرا، پول پیش دادم و در اون زمان تلویزیون رنگی و ویدیو نو مود شده بود در ایران، در افغانستان که نبود، ایران مود شده بود. من کسی که از افغانی ها بسیار کم کس نداشت ولی من داشتم، ویدیو گرفته بودم، تلویزیون رنگی و فرش قالین و خانه رهنی، اینا رو همه رو با تلاش و کمک خودم از صفر شروع کردم به اینجا رساندم. و
رنگ مورد علاقه تان چیه؟ رنگ من همه رنگ ها رو دوست دارم. هیچ رنگ نمیتونم بگویم که اینی رنگ بهتر از کلگیست کل چیزه. اگر سبز بگویی با سرخ بگویی یا زرد ببینی، من اینی لیتر که حتی برای سیگارت میخرم ببین رنگ های متفاوت. هیچ هر رنگ که میگیرم میبینم قشنگم، نمیگم که اونو رنگ بده. ببین حالا کدام از این را میتونی بد بگویی؟ چقدر رنگ های شاد کننده و رنگ خیلی قشنگ است. اگر این رنگ های روی حساب هم نمید، ولی وقتی بد دید بخوره میگه نه بد گفتنی نیست. حتی از اون رنگ مورد علاقه میگذاری میگه این رنگ چقدر قشنگ است، چقدر خوب است، یا این را نه این را. هر رنگی که ببینی بد گفتنی نمیتونی بگوی بد است، میگه علاقه مندش میشی. اینطوری رنگ نمیشه انتخاب کرد. هر رنگی که نگاه کنی قشنگ است، با عشق نگاه کنی. و فیلم و برنامه که مورد علاقه شما بود چی بود وقتی که تلویزیون داشتیم؟ من تلویزیون زیاد سریال ها و فیلم ها را زیاد تعقیب میکردم. از خبر و خبرگزاری زیاد علاقه نداشتم. من از فیلم ها و سریال ها بسیار علاقه داشتم و پیگیری میکردم، چون که سریال می دیدم که در با یک داستانی که شروع میشه اونم داستان هم من در نظر می گرفتم، به داستانش بی تفاوت نبودم، به حرکت کننده امو کارکنانی که این سریال درست میکنن، به تیپش، به شرایطش، به زندگیش، به رفتارش، به اینو کلن با دید خودم نگاه میکردم در اون فیلم و درباره چی، در موفقیتش یا ناکامیش مورد توجه ما بود. من به این طور علاقه داشتم و به این شرایط علاقه من برای خودم یک نتیجه گیری میکردم. غذای مورد پسندتان چیست؟ غذا مثل همون انتخاب، من هیچ غذا رو نمیگم بد است. حتی یک نیمروی تخم مرغ، وقتی آدم گرسنه است اگر یک نان خشکم بیای گیرش همینطور گرم داغ از تنور بکشه، باور کن میگم آخ چی مرغ پلو است. اما دمون وقت که به دستت میخوری یک لذت خاص داره. یه چیز بد گفتنی نیست، همه چیز نعمت های خداوند است که برای ما و شما انسان ها به وجود آمده و ما شرایط را برای امو انسانیت اشرف مخلوقات که میگن بر امو روش تفکر کردیم و از او مثلا رنگ و رنگ چیزا ساختیم با طعم لذیذ و بهتر و سلیقه‌ای که روز به روز انکشاف پیدا میکنه. همینطوری با نعمت های خداوند چیز درست کردیم که بهترین باشه. همینطوری مزه ها برای ما همهشون خوب است، هم ترشی، هم تندی، هم تلخی، هم شیرینی، اینا کلش با یک زبان چشیده میشه که همهشون یک لذت خاص داره و یک فهم داره به وجود داره. کدام شهرهای ایران زندگی کردین و کدام شهرهایش بیشتر خوش دارین؟ من از امی تولدی تا ختمی که من کابل ترک کردم در کابل زندگی کردم و کابل میشناسم، چهار طرف شد گشتیم دیدیم. شرایط متعلمی همچنان با فوتبال و ورزش های من دوش زیاد چیز داشتم. زمان مضمون سپورت باز مسابقه دوش منداختم. من در اون زمان من کفش جایزه گرفتم، کفش دوش، که یعنی نفر اول شدم که به من کفش دوش داده. و فوتبال خیلی علاقه داشتم، تیم هم داشتم، تیم کوکب بازی میکردیم. امی بود زندگی کابل ما تا وقتی ما از کابل بیرون شدیم. ایران هم منظورم بود که کدام شهرهایش بیشتر خوش داریم؟ اولا چون از خود افغانستان کردم، من ایران زیاد شناخت دارم. برای چی که در وقت جوانی من اونجا رفتم مهاجرت و در یک مکان نبودم. تهران، اصفهان، مشهد، بندر عباس، در این مسیرها یعنی
بندر میناب و بندر لنگه و بندر خمیر و این بندرها رو ما در خلیج فارس رفتیم دیدیم تو گشتیم. این تو وقت زمان جوانی بود زیاد دفعه چیز رو من یک مقدار که کار میکنم پول در جیمه میشد باز میرفتم مسافرت در یک شهر میگشتم میگشتم میدیدم باز مخلص که میشدم باز پس تهران میامدم باز شروع به کار میکردم یک دو ماه امیتوری زندگیم ادامه دادم. تهران خیلی ایران دارم شناخت چون با مردمش خیلی با هر تیپش رفتیم دیدیم چه رقم زندگیشان یک فرهنگ خاص پیشرفته دارن یک مردم با فهم و با شعور هستن که آدم کمتر اونجا عذاب میکشه چون رشد اقتصادیشان بالا بود در هر جا مسائل کار آماده بود مثلا در بخش لبنیات در بخش تولیدات میوه در سبزی یا کارخانه های بسیار چون نفت داشتن کارخانه های زیاده بود که آدم بیکار نمیمون باز کارخانه خیاطی کفاشی اینا رو خودشان تولید میکردن میتونست که از جای دیگه وارد کنن خودشان تولید میکردن مسائل کار اونجا زیاد بود بیکار نمیمون آدم. و کار در یوتیوب برتان چطور است؟ ای روزا کمرای با مسئول هستم علاقه من دیش هستم چون از حقیقت ها و واقعیت ها درد مردم رو احساس کرده بیان میکنیم شاید یک نتیجه خوب داشته باشه و علاقه من از اینکه بیکار و بی اراده همونطور زندگیم هدر میرفت حالا که با شما هستم خوشحال هستم و یک کار مفیدتر میفهمم که یک کار مفیدتر انجام میدم خیلی خوشحال هستم و سرگرمی هم اما وقتم پر است سرگرمی خوب است بسیار خوش هستم از این کارت تشکر سلامت باش من هم خیلی خوشحال هستم که مرد بزرگوار چون شما خداوند 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 خیرتان بده و از خدا شکر میکنم شاکرم که شما در این زندگی با شما برخورد کردیم و باعث شد که روال کار ما تغییر کنه و همچنان دنبال یک کار باشم و یک زندگی بسیار خوبه که من علاقه مندش هستم تشکر تا برنامه بعدی انشاءالله تشکر بردای عزیز رو به خداوند میسپاریم.